به نام خدا وند جان و خرد که از این برترن دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جان خداوند روزی ده و رهنما. به نام جهان داور دادگر، همه رخش اندیشه را آذین کنیم، جهان را به شاهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. درود بر شما خانم ها آقایان، دوستان عزیزم، امیدوارم هر کجا که هستید خوش و خرم و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستان های شاهنامه. رسیدیم به داستان جنگ کاسرود یا کاسرود. داستان به آنجا رسید که طوس بیخرد نه تنها بر اثر نخوت و خودرایی و بیخردی باعث کشته شدن پسر و دامادش شد، که از اون طرف باعث رقم خوردن یکی دیگر از تراژدی های دردناک شاهنامه یا سوگ حماسه های شاهنامه شد، یعنی کشته شدن فرود، پسر سیاوش یا همان برادر شاه کیخسرو و دیگر خانواده او. باری بعد از جنگ با فرود و دخمه کردن فرود و خانوادهش، خاندانش و برگزاری مراسم سوگواری، از کوه پایین آمدند. 3 روز در جرم، یعنی همون شهر فرود، ماندند. روز 4 راهی ترکستان شدند که هدفشون میدونیم کین ستانی بود، کین سیاوش، که این جنگ ها همچنان ادامه داره. خلاصه هرچه تورانی دیدند کشتند، به هر آبادی رسیدند ویران کردند، تا رسیدند به منطقه کاسرود. خبر به تورانی ها، دلیر مردی از بزرگان آن سامان به نام پلاشان با سپاه خود آمد برای مقابله با لشکر ایران. گیو و پسرش بیژن بر روی کوهی مشرف به لشکرگاه ایرانی ها نشسته بودند، که دیدن درفش پلاشان و سپاه او از دور پیدا شد. گیو خواست برود برای مقابله. بیژن به پدر یادآور شد که مگر یادت نیست من پیش شاه کیخسرو عهد کردم که پلاشان رو بکشم و اون جایزه‌ای که پادشاه تعیین کرده بگیرم. بنابراین از پدر زره سیاوش رو گرفت، به عاریت گرفت، پوشید و روانه شد. پلاشان که نزدیک سپاه ایران رسیده بود، در دشت آهویی دید، شکاری و کبابی و خلاصه داشت به دندان می گرفت که دید سواری به تاخت میاد. فهمید برای جنگ داره میاد به سمت او. بشنویم ادامه داستان. به نام خدا وند جان و خرم کز این بر ترندی شبر خداوند روزی ده و رنج
شان یکی بانگ برزد به بیژن بلند. منم گفت شیروژن دیو بند، بگوی آشکارا که نام تو چیست، که اختر همی بر تو خواهد گریست. دلاور بدو گفت من بیژنم، به جنگ اندرون گرد رویین تنم. نیا شیر جنگی پدر گیو گرد، هم اکنون ببینی ز من دست برد. دو دلاور حمله به هم، دست بردن به نیزه شمشیر تیر. دست بیژن رفت به گرز گران، زد به میان پلاشان. پلاشان از اسب واژگون بیژن، از اسب پرید پایین، خنجر رو کشید، سر پلاشان رو از تن جدا کرد. از آن طرف گیو نگران حال پسرش بیژن، که دید گرد شد همی آمد از راه پور جوان. سر و جوشن و اسب آن پهلوان بیاورد و بنهاد پیش پدر. بدو گفت پیروز باش ای پسر. گیو شادمان و طوس سپه سالار لشکر ایران از این پیروزی خرسند شد. ببینیم گفتار اندر آگاهی یافتن افراسیاب از آمدن لشکر ایران. و از آن پس خبر شد به افراسیاب، که شد مرز توران چو دریای آب. سوی کاسرود اندر آمد سپاه، زمین شد زکین سیاوش سیاه. افراسیاب به پیران فرمان داد ساز و برگ جنگ آماده کنید، بروید به مقابله با سپاه ایران. سپاه ایرانیان در کاسرود. از قضا اتفاق بدی برای ایرانی ها رقم خورد. وزان سو بر آمد یکی تند باد، که کس را از ایران نبود جنگ یاد. یکی ابر تند اندر آمد چو گرد، ز سرما همی لب به هم برف سرد. سراپرده و خیمه ها گشت یخ، کشید از بر کوه و در برف یخ. همه کشور از برف شد ناپدید، به یک هفته کس روی هامون ندید. خور و خواب و آرامگه تنگ شد، تو گفتی که روی زمین سنگ شد. کسی را نبود یاد روز نبرد، همی اسب جنگی بکشت و بخرد. بسیاری از مردم و چار پایان تباه شدند، هیچ اسب جنگی نماند. خاطرم هست جایی خوندم، فکر میکنم در همین بخش از داستان هست، که میگوید این جادوی پیران ویسه بوده آوردن این برف و سرما. در هر حال روز هشتم آفتاب شد. شاید این روایت رو در تومار خونده باشم یا در نسخه های دیگر شاهنامه. حالا بعد باز هم خواهیم رسید به کارهایی که پیران خواهد کرد در این کینستانی ها. خلاصه طوس سپه سالار سپاه ایران گفت از اینجا باید رفت، به حق که سرزمینی است شوم، نامبارک، پر آسیب و پر جنگ و پر رنج. در اینجا بهرام اعمال بد طوس رو یادآور شد، گفت ای طوس، تو ما را به گفتار خاموش کنی، همین رزم پور سیاوش کنی. مکن کژ ابر خیره بر رزمگاه، به یک جا تبه گشت چندین سپاه. هنوز از بدی تا چه آید پیش، به چرم اندر است این زمان گاو میش. این نتیجه کار ناسنجیده توست، که در کلات کردی. باش تا نتایج بد دیگر ببینی. طوس گفت اگر فرود نواده پادشاه بود، پسر و داماد من نیز سواران جنگی و کار آزموده بودند.
باری گذشته ها گذشته، قضا و قدر چنین بود. اما گیو جنگی از پادشاه خلعت گرفت و عهد کرد که حالا باید به عهد خود وفا کند. عهد کرد که هیزم انباشته بین دو کوه را به آتش بکشد و راه بر سپاه ما بگشاید. بدو گفت گیو این سخن رنج نیست، اگر هست هم رنج بی گنج نیست. غمی گشت بیژن بدین داستان. این رابطه پدر پسر بیژن و گیو خیلی جالبه. ضمن اینکه قبلا گفتم نوه دختری رستم هست، یعنی گیو می شود داماد رستم. غمی گشت بیژن بدین داستان، نباشم بدین گفت هم داستان. مرا با جوانی بباید نشست، به پیری کمر بر میان تو بست. من جوان نشسته باشم و توی پیر کمر بربندی. پدر بزرگوار، به رنج و به سختی به پروردیم، به گفتار هرگز نیازردیم. مرا بر بباید بدین رنج دست، نشاید تو رنج و من نشاید تو با رنج و من با نشست. بدو گفت آنگه که من ساختم، بدین کار گردن برافراختم. هنوز ای پسر گاه آرایش است، نه هنگام پیری و آسایش است. از این رفتن من مدار ایچ غم، که من کوه خارا بسوزم به دم. گیو عازم شد از بین یخ و برف به سختی و تحمل رنج بسیار گذشت تا رسید به کوه هیزم. چون آمد بدان کوه هیزم فراز، جهان را یخ و برف بود ندانست پهنا و بالاش باز. چون آمد بدان کوه هیزم فراز، ندانست پهنا و بالاش باز. ز پیکان تیر آتشی برفروخت، به کوه اندر افکند و هیزم بسوخت. سه هفته بر آتش گذرشان نبود، ز تف زبانه هم از باد و دود. هفته چهارم راه رو بر سپاه، در واقع راه بر سپاه گشوده شد. روانه شدند، رسیدند به شهر گروگرد، جایی که تجاو داماد اسفندیار حاکم بود. گله اسبان اونها اونجا چراگاه داشتند. تجاو کسی رو فرستاد پیش چوپان افراسیاب با نام کبوده. کبوده بودش نام و شایسته بود، به شایستگی نیز بایسته بود. بدو گفت چون تیره گردد سپهر، تو زی در برو تیز و من مای چهره. نگه کن که چند است از ایران سپاه، ز گردان که دارد درفش و کلاه. کیا آمدن گردها کیا هستند، چقدر سرباز دارن. گفتم که از درفش ها و علم ها و نشانه ها می شد فهمید. از ای در بریشان شبیخون کنیم، همه کوه در جنگ هامون کنیم. کبوده بیامد چو گردی سیاه، شب تیره نزدیک
ایران سپاه. اون شب طلایه‌دار بهرام بود. بهرام کشیک میداد، اسب کبوده شیهی کشید. بهرام کمین کرد، تیری بر کمر او زد. کبوده از اسب افتاد، رنگ کبوده کبود شد یا سیاه شد. از بهرام امان خواست، گفت منو نکش. بهرام گفت به یک شرط که بگویی چه کسی تو را فرستاده. به بهرام گفت ار دهی زینهار، بگویم تو را هرچه پرسی ز کار. تجاوز شاه ها پرستندم، تجاوز شاه ها فرستندم. به نزدیک او من پرستندم، مکش مر مرا تا نمایمت راه. به جایی که او دارد آرامگاه. با شنیدن این اطلاعات و این حرفا، بهرام سر از تن کبوده جدا کرد، سر را آورد به لشکرگاه. صبح شد، کبوده بر نگشت. تجاو دانست که یا اسیر شده یا کشته. غمگین شد، فرمان حمله داد. گفتار اندر آمدن تجاو به جنگ ایرانیان. دیدبان لشکر ایران به دیدبانی دید گرد شد. خبر به لشکر ایران که سپاهی از توران به ما نزدیک می شود. گیو داوطلب شد، با چند نفر رفت برای مقابله. با دیدن تجاو او رو به ریشخند گرفت، به تمسخر که نامت چیست که این گونه به کام نهنگ آمده ای؟ چون این داد پاسخ تجاو دلیر، که من زور دل دارم و چنگ شیر. نژادم به گوهر از ایران بوده است، ز گردان و از تخم شیران بوده است. کنون مرزبانم بدین جایگاه، نگین بزرگان و داماد شاه. بدو گفت کین راز با کس مگوی، که تیره شود زین سخن آب روی. از ایران به توران که جوید نشست، ایرانی هستی و در تورانی؟ از ایران به توران که جوید نشست، مگر خوردنش خون بود گر کبه است. اگر مرزبانی و داماد شاه، چرا بیشتر زین نداری سپاه؟ اگر راست میگویی و از ایرانیان نژاد داری، با من بیا، با من بیا تا تو را پیش طوس ببرم و برایت خلعت و مال بگیرم و با حرمت تمام پیش کیخسرو فرستاده شوی. ببینیم ادامه این رجزخوانی ها و مفاخره. تجاو فریبنده گفت ای دلیر، درفش مرا کس نیارد به زیر. مرا نیز ای در نگین است و گاه، هم اسبست و هم گوسپند و سپاه. همان مرز و شاهی چون افراسیاب، به ایران کسی را نبیند به خواب. تو این اندکی لشکر من مبین، مرا بین تو با گرز بر پشت زین. من امروز با این سپاه آن کنم، که از این آمدن تان پشیمان کنم. چون این گفت بیژن به فرخ پدر، که ای ناور گرد پرخاش خر. سرفراز و بیدار دل پهلوان، به پیری نآنی که بودی جوان. تو را با تجاو این همه پند چیست؟ برو برچنین مهر و پیوند چیست؟ همی گرز و خنجر بباید کشید، دل و مغز ایشان بباید درید. بیژن زد به پشت اسب حمله کرد، دو لشکر به هم حمله ور شدن. جهان شد چو از باد بهمن سیاه، ستاره ندیدند روشن نه ماه. گیو در قلب سپاه، بیژن در پیش، دو بخش از سپاه توران کشته شدند، با دو سردار با نامهای ارژنگ و مردوی. تجاو دید کار سخت شد، همی شد گریزان تجاو دلیر. پسش بیژن نامبردار شیر، خروشان و جوشان و نیزه به دست.
تو گفتی که غرند شیریست مست، یکی نیزه زد برمیان تجاو، نماند آن زمان با تجاو هیچ تاو. گراینده بود بند رومی زره، بپیچید و نکشاد بند گره. بیفکن نیزه بیازید چنگ، چو بر کوه بر غرم، غرم یعنی میش، چو بر کوه بر غرم یازد پلنگ. برانسان که شاهین رباید چکاو، ربود آن گرانمایه تاج تجاو، تاج رو از سرش برداشت. این تاج خیلی اهمیت داشت که افراسیابش به سر برنهاد، نبودی جدازو به خواب و به یاد. چونین تا در دز همی تاخت اسب، پسندرش بیژن چو آذرگش اسب. یکی از شرطهای کیخسرو در برنامه قبل گفتم، یکی از چند شرطش همین بود که اگر کسی یا هر کسی تاج از سر تجاو برداره، پاداش ارزشمند، جایزه ارزشمند از پیش تعیین شده برای او کنار گذاشته شده که خواهد گرفت. بیژن که داوطلب شده بود در اینجا موفق شد. تجاو همچنان به تاخت و فراری، بیژن از پس او. تجاو رسید به در دژ. اسپنوی کنیز تجاو که بسیار مورد توجه تجاو هم بود، ترسان و گریان ایستاده بود. با دیدن تجاو گریه کرد و خروشید که من رو خار گذاشتی و رفتی. سزد گرز پس برنشانی مرا، بدین ره به دشمن نمانی مرا. من را ببر تا اسیر دشمن نشوم. تجاو دلش سوخت، در حین تاختن یک پا از رکاب خالی کرد، به اسپنوی رکاب داد. بشنویم بیت حکیم فردوسی. فراز اسپنوی و تجاو از نشیب، بدو داد در تاختن یک رکیب. همی تاخت چون باد با اسپنوی، سوی راه توران نهادند روی. اسپنوی بر پشت او نشست، دو دست در کمر او آورد. اسب مسافتی تاخت، بیژن با شمشیر آخته به دنبال اونها. تجاو دید اسب تحمل هر دو نفر رو نداره، گفت تو پیاده شو تا من بتوانم از چنگ بیژن در بروم. به ناچار فرود آمد از پشت اسب اسپنوی، تجاو از غم او پر از آب روی. تجاو به عشق در آمد، براند اسب و شد نزد افراسیاب. پسش بیژن اندر گرفته شتاب، چو دید آن رخ ماه روی اسپنوی، فروهشت از مشک تا پای موی. پس پشت خیش اندرش جا کرد، دختر رو بلند کرد در پس پشت خیش، در واقع به روی اسب، سوی لشکر پهلوان را کرد. یکی دیگر از شرطهای کیخسرو هم همین زن بود، تصرف همین اسپنوی کنیز تجاو، و برای این کار هم جایزه ارزشمندی معین کرده بود. بیژن هم که داوطلب این ماموریت شده بود، تونست این ماموریت رو هم با موفقیت انجام بده، اسپنوی رو به چنگ بیاره تا برای شاه بفرسته. به شادی بیامد به درگاه توز، ز درگاه برخاست آوای کوس. که بیدار دل شیر و جنگی سوار، دمان با شکار آمد از مرغزار.
تجاو افسرده نژند اومد پیش افراسیاب، گزارش جنگ و غلبه ایرانی ها رو گفت. گفت ایرانی ها بسیار از تورانی ها کشتند، بسیار آبادانی ها ویران کردند یا سوختند. افراسیاب خشمگین به پیران ویسه چنین گفت شاه، که گفتم بیاور ز هر سو سپاه. درنگ آمدت کار با کاهلی، ز پیری گرانی و گربت دلی. نه دزماند اکنون نه اسب و نه مرد، نشستن براورد از این مرز گرد. بسی خیش و پیوند ما برده گشت، بسی مرد نیک اختر آزرده گشت. کنون نیست امروز روز درنگ، جهان گشت بر من به یک بار تنگ. سپهدار پیران همان در شتاب، برون آمد از پیش افراسیاب. لشکر بیاراست، میمنه یا دست راست لشکر رو به ناماورانی سپرد مثل بارمان و تجاو. میسره یا دست چپ لشکر رو سپرد به نستیهن گرد. خودش هم در قلب سپاه دستور داد باد به دم کرنا. افراسیاب از لشکر آراسته دیدن کرد، فرمان حرکت داد، برای پیران ویسه آرزوی پیروزی کرد. لشکر حرکت کرد، پیران وزیر فرمان داد تا از بیراهه بروند آرام و آهسته، تا به ناگهان بتونن بر سپاه ایرانیان فرود بیان، به اونها شبیخون بزنن و همه رو بتونن از دم تیغ بگذرونند. کاراگهان زودتر به اینها خبر دادن که ایرانی ها آسوده از حمله دشمن، سرگرم میگساری و بزم و آسایشند و غافل از آمدن لشکر توران. پیران شاد شد. ایرانی ها در منطقه گروگرد بودند، جایی بین سرخس و باورد. پیران 30,000 مرد جنگی از لشکریان انتخاب کرد و شب شبیخون زدند. ببینیم شبیخون پیران وزیر به لشکر ایران، لشکر توس، شرح این هجران و این خون جگر. این زمان بگذار تا وقت دگر.